سلام، به برنامه پانزده که زبانی ترکی توسط مکاتب معارف افغان ترک خوش آمدید. من صهیب غفاری هستم. در این برنامه زبانی ترکی را به شکل بسیار سریع، آسان و دلچسبی جا با هم یاد میگیریم. هر روز فقط 15 دقیقه. مرحبا، افغان ترک معارف و کلر طرفندن هزرلنن 15 دقیقه ترکچه پروگرامونا خوش گلدینیز. Selam, ben Suhaib Gaffari. Bugün bu programla Türkçeyi en hızlı, en kolay ve en eğlenceli şekilde öğrenmeye devam ediyoruz. Her gün yalnızca 15 dakikada. Barnameyi emruzra ba pasvendhaye hamrah veya bevasete hemçinan ba da zabani farsi şuru mikunim. İnha çistend? معادل اینها در زبان ترکی چیست و کاربردشان در کجا است همراه با هم یک جا ببینیم. پسوندهای واسطه ای که و یا امان پسوند همراه چیست؟ عبارت است لا که شامل لا و ل می شود هست. پس دو پسوند داشت، لا و ل. اگر ضرورت می شد که یای کمکی را شما که می فهمین او در جاهای اونجا واقعی می شد. این پسوندها به اسم اضافه می شود. حالا بیایید در مثال ها با هم یک جا ببینیم. اوکولا اتوبوس له گیدیور. اوکولا اتوبوس ایله گیدیور. هر دو قابل استفاده است. اتوبوس له و اتوبوس ایله هر دو هم عین معنا را می دهد. به مکتب با موتر می رود. Çocuklarla oyun oynuyor. Hemrah ba atfal bazi mikuned. İstanbul'dan tren ile dönecek. Az İstanbul ba rail veya ba katar berkhahad geçt. İnsanlar hızla evlerine yürüyor. İnsanha ba sürat ba khanehayşan بر می گردن و یا می روند و یا قدم می زنند. بالونلارلا اودایی سوسلدی و بنا سورپریز یابتی. با پوکانه ها اتاق را تزیین کرد و من را غافلگیر نمود. اورنجیلر ایله و یا اورنجیلرله گزیه گیتی. همراه با شاگردان به تفریح رفت. اتوبوس له، اتوبوس ایله. چوچوکلارلا، چوچوکلار ایله. ترن له، ترن ایله. بالونلارلا، بالونلار ایله. حالا که مثال ها را دیدیم، واجه و یا پسوند همراه و یا واسطه ای که چیست؟ و در کجا چه قسم استفاده می شود؟ بیایید در مورد قوانین موضوع امروزی بحث کنیم. پسوند واسطه چیست و در کجا استفاده می شود؟ دوستان گرامی، پسوند و یا واجه همراه و یا همو واسطه یکی در سه حالت مورد استفاده قرار میگیرد و یا سه حالت استفاده دارد. اینها شامل واسطه و واسطه، با هم بودن و یا بیرلیکتلیک، وضعیت و یا دروم می باشد. واجه و یا پسوند واسطه یکی همراه با جمله معنای واسطه‌لک و یا واسطه را می افزاید که شی به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گیرد. اکشم اوچکلا سیاحت ادجیز. شام با تیاره و یا هواپیما سیاحت می کنیم. اتوبوس له شهر ایچیندکی توم موزلری گزدیک. با بس تمام موزیم های داخل شهر را چکر زدیم. رسمی رنگلی کلملر بویویورم. رسم و یا نقاشی را با قلم های رنگی
renge mi ikonem? Bu tatlıyı çatalla yemelisin. İn şirini de bakkaşık pence bayat bekhuri. Hala حالت دوم را ببینید. به وقوع پیوستن یک عمل به همکاری یک شخص دیگر، یعنی عمل یک جا انجام می شود. حالا به مثال توجه بفرمایید. Annemle pazara gittik ama elimiz boş döndük. Hemra ba madarem ve bazar raftim ama deste khali bergeştim. Her cuma babamla kriket oynuyoruz. Her cuma hemra ba pederem kriket bazi mikonim. Öğrencilerle pikniğe dağın yamacına gittik. Hemra ba şagirdan ve damani kuh be mele raftim. Ali ile ders çalışıyoruz. Hemra ba Ali ders mikhanim. Sema ile kitap okuduk. Hemra ba Sema veya Sema kitap khandim. Halat-ı sevvum ra ba hem bibinim. Zaman ve çegonegi be vuku peyvastani yek amel la hemçunan nişan midehed. Öğretmenim bana hep sevgi ile yaklaştı. Muallimam hemişe ba muhabbet به من نزدیک شد و یا رویه کرد. هزلا سنفو ترکته و بیر دها دونمده. با سرعت سنف را ترک کرد و دیگر دوباره بر نگشت. دیشاروده چوچوکلار ساعتلرچه اوینیور اما گونشین باتیشیلا اوه گیریورلار. در بیرون اطفال ساعتها بازی می کنند اما با غروب آفتاب به خانه برمی گردند. حتما نگران هستید که واژه و یا پسوند واسطه ای که چگونه استفاده می شود. آیا چنین نیست؟ شما را بسیار نگران نمی کنم. قانونهای واژه و یا پسوند همراه و یا همان واسطه ای که به شکل ذیل است با هم یاد می گیریم. حالا اگر آخرین هجای یک کلمه با حروف صدادار زخیم که شامل آ او آ و او باشد که از این بعد که شما میدانید دیگه ختم گردد، در آن صورت پسوند لا را به خود میگیرد. در مثال ها ببینیم. عربایلا با موتر. در اینجا توجه نمودید حتما فهمیدید که چرا یه کمکی و یا حرف ربط آمد، به خاطر که با حرف صدادار ختم شده است. چوچوکلارلا با بچه ها و با اطفال. کلملرل با قلم ها. آرکادشملا همراه با دوستم. اوچکلا همراه با تیاره. کتابلا همراه با کتاب. واپورلا همراه با کشتی. کاشکلا همراه با قاشق. باباملا همراه با پدرم. و اگر آخرین هجای یک کلمه حروف صدادار ظریف و یا نازک که ا ای او و او باشد که این را هم میدانید، در آن صورت چی میگیرد؟ ل میگیرد. این قانون بسیار آسان است و در کل زبان ترکی به همین شکل تکرار میشود. ترن ل همراه با ریل و یا قطار. آنم ل همراه با مادرم. اورتمنل همراه با استاد و یا معلم. آیلمل همراه با خانوادم. کلمل همراه با قلم. اتوبوسل همراه با چی؟ با بس. اما به این نکته توجه باید کرد که اگر یک کلمه با حروف آ، او، او و او تمام شود، همونطوری که در بالا گفتم چی میگیرد؟ قبل لا حرف کمکی یه میگیرد و اگر با حروف ای او و او تمام شود همچنان یه میگیرد، با یک تفاوت که به ادامهش ل میآید.
این را هم فهمیدید چون کلمه ای که فعلی که با حروف ساده دار ختم میشه قبل از پسوند ما بعد اونجا چی واقع میشه؟ یه ربط واقع میشه. حالا ببینیم. سوزلریله هر کسی گلدردو. با سخنانش همه را خنداند. چوجوکلریله وقت گچردی. با اطفالش وقت گذراند. Arabayla evini bıraktık. با موتر به خانهش بردیم و به خانهش رساندیم. Hastaneye taksiyle geldik. به شفاخانه با تاکسی آمدیم. Öğrencileriyle geziye gitmişti. با شاگردانش به تفریح و یا چکر رفته بود. Annesiyle alışverişe çıktı. همراه با مادرش به خرید برآمد. سن اینه ایله کوی کازیورسون. تو با سوزن چاه میکنی. این دقیقا یک معنای مجاز داره که کار بسیار بزرگ با یک آلت بسیار خرد یا با تلاش کمتر انجام نمیشه. شما که میدانید در فارسی هم این وجود دارد. حالا زمانی که پسوند همین همراه و یا واسطه ای که با ضمیر استفاده می شود چه شکلی را به خود می گیرد با هم می بینیم. بن بنیمله، من همراه با من. سن سنینله، تو همراه با تو. او اونونلا، او همراه با او. بیز بیزیمله، ما همراه با ما. سیز سیزینله، شما همراه با شما. اونلار اونلارله، آنها همراه با آنها. بنیمله اوین اویناماکی سر میسن، آیا میخوایی که همراه با من بازی کنی؟ بن چارشیه گیریورم، بنیمله گلیرسن دیل می؟ من به بازار میروم، همراهی من میایی، آیا چنین نیست؟ سنینله کنوشمیورم و کس کالمک استیورم، همراهی تو نمیخوام صحبت کنم و قهر میمانم. سنینله ترکیه گلیجیم، همراه با تو به ترکیه خواهم آمد. اونونلا دون تانشتم، همراه با او دیروز معرفی شدم. اونونلا گچن هفته یمک یدیک، همراه با او هفته قبل غذا خوردیم. بیزیمله دالگا گچمه، همراه ما مزاق و یا شوخی نکن. بیزیمله مسافرلیه گلیور موسون، آیا همراه با ما به مهمانی میایید؟ سیزیله بیر چای چلیم مه؟ آیا همراه با شما یک چای بنوشیم؟ ایکی تکم کورالم، سیزینله فوتبال مچی یپالم. دو گروپ آماده کنیم، همراه با شما مسابقه فوتبال برگزار کنیم. اونلارلا کنسری گیتیک، همراه آنها به کنسرت رفتیم. ایلمین یانیندا کالیورم، اونلارلا کنوشیوروز. در کنار خانواده ام می باشم، همراه آنها صحبت می کنیم. حالا به مکالمه بپردازیم. انه بگون هوا یعمولو، ایشه نیله گیدیارسون؟ مادر امروز هوا بارانی است، بکار همراه با چی می روی؟ کزم یعمولوکلا دشاری چکیارم، اما سندرم تاکسیله ایشه گیدیجیم. دخترم همراه با لباس بارانی و بیرون می روم، اما فکر میکنم با تاکسی و یا تاکسی به کار خواهم رفت. به پایان یک برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های 15 دقیقه زبانی ترکی رسیدیم. از یاد نبرید وظایف خانگی مربوط به این برنامه را از کانال تلگرامی باب ترکی و ویدیوهای آن را از کانال یوتیوب و صفحات مجازی همین کانال دریافت نمایید. به امید دیدار فردا در برنامه 15 دقیقه زبانی ترکی از طرف مکاتب معارف افغان ترک در عین کانال و عین ساعت.
Hoşça kalın.